نبرد پهپادها، سقوط پهپادها و چی میشه اگر معاینه سلامتی رو خودمون انجام میدادیم. پهپادها احتمالاً چهره آسمون شهرها رو دگرگون خواهند کرد. پهپادهای نامرسان، پهپادهایی که از بالا مراقب اوزند و پهپادهایی که جون آدمها رو نجات میدند. ولی همونطور که اختلال یکی دو ماه پیش در فرودگاه لندن نشون داد، پرواز پهپادهای مزاحم خالی از دردسرم نیست. اینجا فرودگاه سیتی لندن که در قلب این شهر واقع شده. چند وقت پیش فرودگاه دیگه این شهر یعنی گتویک برای چند روز تعطیل شد، اونم به خاطر وجود چند تا پهپاد مزاحم. پهپادهایی که باعث شدن هزار پرواز لغو بشه یا حتی به تاخیر بیفته، بیش از 140 هزار مسافر سرگردان بشن و 50 میلیون پوند خسارت وارد بشه. یکم بعد مورد مشابهی در فرودگاه هیترو پیش اومد و کمی بعد در فرودگاه نیویورک آمریکا. حالا سوال دیگه چطور میشه که پهپاد مزاحم رو بدون ایجاد خطر خنسا کرد؟ این سوالیه که برای جوابش پلیس هلند یک مسابقه برگزار کرده و دن سیمونز همکار ما رفته اونجا ببینه که جریان چیه. در یک آشیانه هواپیما وسط ناکجا آباد در هلند، جنگی تمام عیار در راهه. نه تیم از اروپا و آمریکا سعی می‌کنن پهپادهای همدیگر رو روی هوا نابود کنند. برنده 30,000 یورو جایزه می‌گیره و قهرمان درون کلش 2019 میشه. تنها هدف مسابقه اینه که پهپاد ملکی تیم حریف رو بزنه. البته برگزار کننده ها تا جایی که میشده مسابقه رو سخت‌تر کردن. این یکی از میدان‌های نبرده. یکی از تیم‌ها از اینجا شروع می‌کنه. رنگشون یا قرمز یا آبی. پهپاد ملکه رو همینجا میذارن. تیم مقابل باید ملکه رو بزنه، ولی ملکه همینجا میمونه. پهپادهای جنگنده هر تیم برای اینکه به ملکه تیم مقابل برسن، اول باید از یه مسیری رد شن که اسمش رو گذاشتند راهروی مرگ، قیامت و نابودی. اون رو میبینین منتظر یه پهپاد نزدیک شه تا بزنه داغونش کنه. اینجا پمپ دی اکسید کربن گذاشتن که پهپادهایی رو که از این طرف میان بزنه. بعد باید از جلوی این دستگاه رد شن که توپ تنیس به سمتشون پرتاب میکنه. اینجا یه نفر با یه تفنگ مخصوص میسته و از توی این سوراخ تور میندازه روی پهپادها. به جز اینها با لیزر توی چشم خلبان هم نور میندازن. اگه پهپادی از این راه روی مرگ و نابودی به سلامت گذشت، تازه وارد زمین حریف میشه و باید پهپاد ملکه رو از بین ببره. عجیبه که با این همه سر و صدا و آسیب به اموال عمومی کسی پلیس صدا نکرد. دلیلش اینه که کل خرابکاری زیر سر خود پلیسه. امیدواریم تو این مسابقه طرح‌های خلاقانه و جدیدی ببینیم که بتونیم در کار خودمون ازش استفاده کنیم. شما خودتون قابلیت سرنگون کردن پهپاد دارین؟ در مورد جزئیات قابلیتمون نمیتونم صحبت کنم. صرفاً میتونم بگم که قابلیت‌هایی داریم، ولی در دراز مدت کافی نخواهد بود. جالب اینه که ما دنبال طرح‌هایی بودیم که کمک کنه پهپادها رو بزنیم. ولی توی این رقابت خطرهای جدیدی هم دیدیم. شاید شما هم دیده باشین. خیلی از پهپادهای شرکت کننده یه چیزی شبیه توپ دورشون دارن. یکی از شیوه‌هایی که ما برای سرنگون کردن پهپادها استفاده می‌کنیم، زدن پروانه‌شونه. ولی این توپ‌ها دور پروانه رو می‌گیره و نمی‌ذاره بزنیش. در نتیجه به جای راه حل، یه مشکل جدید پیدا کردیم. در حاشیه مسابقه این پهپاد فسقلی چشممو گرفت. میشه توضیح بدین چیه؟ این یکی از ریز پهپادهاییه که توی محوطه مسابقه گشت میزنن. شرکت کننده ها میتونن هکشون کنن و وارد سیستم بشن و سعی کنن کنترلشون رو به دست بگیرن. و هر کدوم سقوط کنه، یعنی هکرها موفق شدن. پلیس هلند 3 سال پیش میخواست برای خونسا کردن پهپادهای مزاحم از عقاب‌های دست‌آموز استفاده کنه. ولی 1 سال بعد اون برنامه تعطیل شد، برای اینکه اگه موردی پیش میومد نمیشد پرنده‌ها رو سریع آماده کرد و معلوم نبود بتونن پهپادها رو هوا بگیرن. ممکن بود بهش آسیب بزنن، سقوط کنه و بیفته روی سر مردم.
برگردیم به میدان نبرد. بعضی تیم‌ها شاید زیر ضربن، خیلی‌ها 3-4 تا مسابقه داشتن و آسیب دیدن و تعمیر لازم دارن. فعلا داریم پهپادهامون رو تعمیر می‌کنیم. توی مسابقه قبلی یه مقدار آسیب دیدن. این یکی رو واقعا صاف کردیم. چجوری صاف کردیم؟ کلا وقتی کج و کوله میشن چجوری صافشون میکنی؟ ایشون میره روشون وای میسته. روشون وای میستی؟ استراتژی ما این بود که با زور زیاد بقیه رو شکست بدیم. برای همین این پهپاد عظیم رو ساختیم. این حتی اگه به موتورش ضربه بخوره میتونه پرواز کنه. اگه موتورش آسیب ببینه هم بدون موتور پرواز میکنه که به نظر خودمون شاهکار بود. ولی همون جور که میبینین الان ثباتش از بین رفته. ثبات دهنده نداره، خراب شده. خیلی از پهپادها یه شبکه توری شکل دورشون دارن که پره‌ها رو حفاظت کنه. اینا میرن لای پره‌ها گیر میکنن. اینا برای توپ‌های دور پهپاد هم خیلی خوبن. به یه گوشه توپ آویزون میشه و میکشتش پایین. اما به مرور در مسابقه معلوم شد که خیلی وقتها عامل تعیین کننده مهارت آدمیه که پهپاد رو هدایت میکنه. آدم نگاه که میکنه به نظر ساده است. بس که تو این کار واردم. ولی فکر کن تو مغزت پشتک بزنی و پهپاد برعکس شو، باز قاطی نکنی. به خصوص تو اون سرعت. ببین با چه سرعتی از رو سر آدم رد میشن. سرعتی که تصمیم میگیرن و میچرخن و میپیچن واقعا دیوونه کننده است. در واقع نسخه هوایی جنگ ربات است. بچهای من تا حالا جنگ ربات ندیدن، ولی این رو میبینن. هر روز پسرم پهپاد دارن. تا شنیدن چنین مسابقه هست گفتن ایول، بهتر از این نمیشه. جان من نگاه کن، سیمپیچ تسلا گذاشتن اینجا. در حاشیه میدان نبرد شرکت هایی که در کار پر رونق خونسا کردن پهپادند دستاوردهای تازهشون رو عرضه کردند. این سیستم رو در یکی از فرودگاه های نروژ استفاده میکنند. پهپادهایی رو که نزدیک بشن شناسایی میکنه و روی فرکانسی که کنترل میشن پارازیت میندازه. در شرایط عادی وقتی روی فرکانس هدایت پهپاد پارازیت بندازی یا دور خودش میچرخه یا برمیگرده جایی که ازش اومده یا سرگردون میمونه تا باتریش تموم شه و بیفته پایین. کار دیگه‌ای که میشه کرد اینه که جی پی اس پهپاد رو از کار بندازی. باز هم دور خودش میچرخه چون نمیتونه تشخیص بده کجاست. دست آخر هم باتریش تموم میشه و میفته. این هیولاش شکارچی پهپاده. البته هنوز در مرحله آزمایشیه. از رادارهایی که توی محدوده هستند استفاده میکنه که موقعیت دقیق پهپاد مزاحم رو در هر لحظه بفهمه. بعد میره سراغش و شکارش میکنه. تور رو میندازیم روی پهپاد. بعد یا با یه کاب میکشیمش میبریمش یا با چتر نجات میفرستیمش پایین. همه رو ول کنید، اینو ببینید. این تفنگ یک موج الکترومغناطیس قوی به سوی پهپاد شلیک میکنه و فرکانس سیستم کنترل و ارتباط تصویری و جی پی اس پهپاد رو از کار میندازه. به خاطر قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا اینجا نمیشه امتحانش کرد. ولی سازنده هلندیش میگفت مشتری خاورمیانه‌ای زیاد داشتن. برگردیم به میدان نبرد. نوبت مسابقه نهاییه. در نهایت کار کشید به رقابت بین زور زیاد و باتری قوی. و تیم سلونز از بلژیک برنده شد و جایزه 30,000 یورویی رو برد. چیزی که مشخصه اینه که مسئولان هلندی به جای اینکه بیستن سرشون رو بخارونن، دست کم یه روش سرگرم کننده برای اینکه با پهپادهای مزاحم برخورد کنن پیدا کردن. ممنون از دن. بعضی از راه‌هایی که برای خونسا کردن پهپادهای مزاحم مطرح می‌کردند به نظر جدی می‌رسید. بعضی هم به نظر می‌رسید بیشتر به چشم ورزش بهش نگاه می‌کنند. نکته مهم قبل از اینکه به خونسا کردن پهپاد برسیم اینه که بفهمیم اساساً پهپادی در کار یا نه و اگه هست دقیقاً کجاست. این فناوری ردیابی به کمک طیف الکترومغناطیس به همین منظور در فرودگاه گتویک پیاده شده. این دستگاه هر جسمی رو که امواج الکتریکی یا رادیویی میفرسته میبینه و ردیابی میکنه. میفهمه دقیقاً کجاست و آیا پهپاد یا چیز دیگه. دو تا گیرنده داری که هر کدوم مجزا پهپاد رو تشخیص میدن. در واقع از روی زاویه‌ای که سیگنال پهپاد بهشون میرسه موقعیتش رو تشخیص میدن. از مقایسه جهتی که هر کدوم از گیرنده‌ها تشخیص دادن میشه موقعیت دقیق پهپاد رو محاسبه کرد. تصور ما اینه که با داشتن این سیستم اگر ماجرای فرودگاه گتویک پیش بیاد شرایط خیلی متفاوت خواهد بود. اول اینکه با قاطعیت میتونی بگی پهپادی در کاره یا نه، چون پهپاد سیگنال های مشخصی ساطع میکنه و بعد میدونی کسی که کنترلش میکنه کجاست تا به شکل مناسب باهاش برخورد کنی.
از این فناوری همین الان هم داره جاهای دیگه استفاده میشه. خیلی ها علاقه نشون دادن، هم در بریتانیا هم جاهای دیگه دنیا. نه فقط فرودگاه ها، بلکه سازمان ها و اماکن دیگه. از ورزشگاه گرفته تا شخصیت های حقیقی که نگران حریم خصوصیشون هستن. من معتقدم این سیستم تغییر اساسی در وضع ایجاد میکنه. این هفته مقامات بریتانیایی پیشنهادهایی برای ایجاد یک نهاد نظارتی تازه برای محیط‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی ارائه دادند تا از شهروندان در مقابل آنچه که زیان‌های آنلاین خوانده میشه محافظت کنند. پلیس لندن پس از اینکه اکوادور پناهندگی جولین آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس را پس گرفت، او را در سفارت اکوادور دستگیر کرد. و فیسبوک اعلام کرد در نحوه استفاده از پروفایل افرادی که فوت کردند در الگوریتم‌هاش تغییراتی اعمال می‌کند. هدف از این کار اینه که افراد خانواده و دوستان او در سالگرد تولد یا رویدادهای دیگه پیامی دریافت نکنند. بعد از 18 ماه آزمایش، خدمات بازرگانی پیک پهپادی در کامبرا، پایتخت استرالیا، مجوز گرفت. شرکت وینگ، زیرمجموعه شرکت آلفابت، قرار با این سرویس غذا نوشیدنی و داروهای بدون نسخه رو به مشتریان برسونه. پهپادها فقط میتونن در روز پرواز کنند و باید حداقل حدود 5 متری بالای سر انسان‌ها باشند. والمارت فروشگاه زنجیری عظیم میخواد از دستگاه‌های خودران در هزاران فروشگاهش در آمریکا استفاده کنه. این دستگاه‌ها شامل نظافتچی‌های خودران، اسکنر قفسی اجناس و دستگاه‌های دریافت و تحویل جنس هستند که به دستگاه‌های مشابهی که همکنون در این فروشگاه کار می‌کنند می‌پیوندند. والمارت میگه این کار به کارکنانش امکان میده وقتشون برای انجام کارهای دیگه آزاد بشه. و در پایان ستاره شناسان موفق شدند نخستین تصویر یک سیاه چاله را ثبت کنند. این تصویر به کمک شبکه‌ای از 8 تلسکوپ در گوشه و کنار دنیا گرفته شده. قطر سیاه چاله 40 میلیارد کیلومتر و دانشمندان اون رو یک غول توصیف کردند. فاصله این سیاه چاله با زمین 500 میلیون تریلیون کیلومتر. نمیدونم کی میشه یک سفر بریم اونجا و گزارش تهیه کنیم. بالاخره بازی مترو اگزودوس به بازار اومد. بازی شوتر آخر زمانی که از روی رمان پرفروش مترو 2035 ساخته شده. علیرضا واسفی نگاهی انداخته به این بازی. مترو اگزودوس، آخرین قسمت از سگانه بازی‌های مترو. برای شوتر بازای آخر و زمانی دو سری اول مترو 2033 و لست لایت خدا بود. توی این قسمت داستان از این قراره که شخصیت اصلی آرتیوم گیر داده یه جایی رو پیدا کنه که بشه مثل آدم روی زمین زندگی کرد. درد سرتون ندم، تهش دست عیال و پدرزن و چند نفر دیگر رو میگیره و با یه قطار در بست از اون متروی مسکو میزنن بیرون. راه میافتن تا یه جایی رو پیدا کنن که نه از تشعشعات اتمی خبری باشه نه از هیولاهای جهش یافته. این که آرتیوم چه داماد خوبیه شاید بخشی از تخیل داستانه، اما اینکه خانواده زنش چه داماد خوب و مظلوم و بیزبونی گیر آوردن واقعیت. یکی از نقاط ضعف این بازی این هستش که آرتیوم، شخصیت اصلی که باش بازی میکنیم، ساکته، حرف نمیزنه، هیچ دیالوگی براش در نظر گرفته نشده. برای بازی که یکی از نقاط قوتش شخصیت پردازی عمیق و لایه‌ای یه عالمه کاراکتر هستش، این ضعف خیلی بزرگیه، چون کاملا جلوی این که بتونی به این کاراکتر نزدیک بشی و بیشتر خودتو توی بازی حس بکنی رو میگیره. داستان در بیشتر جاها کشش داره و پر از اتفاقات غافلگیر کننده است. البته اینم باید بگم که بازی گاهی میفرستد دنبال یه سری مأموریت آبکی که فقط دلت میخواد زودتر تمومش کنی بره پی کارش. توی این قسمت شرکت اوکراینی سازنده 4A Games بعد از 8 سال فرمون مترو رو کلن 180 درجه چرخونده. برخلاف درنسقه قبل که داستان خطی بود و هر کاری میکردی نمیشد از خط بزنی بیرون، این بار تو نقشه های بزرگ با 4 فصل مختلف هر چقدر بخوای میتونی خط خطی کنی.
بازی یه عالمه اسلحه داره. خیلی هم خوب طراحی شدن. دستتون هم حسابی باز گذاشتی که هر تغییراتی که میخواید توش بدید. فقط اشکالش اینه که بعضی وقتا خیلی دقیق شلیک نمیکنه. کم نیستن جاهایی که میبینید این دشمناتون یه ذره خنگ به نظر میرسن. اونم به خاطر ضعف هوش مصنوعی توی بازیه. از تناقضای دیگه بازی فضاسازی و گرافیکشه. اول بازی یه چیزایی نشونت میده که فکر میکنی توش به غایت به جزئیات توجه شده. اما خیلی نمیگذره که میبینی غیر از چند مورد حتی اکثر صورت‌ها حس و حرکت کافی رو ندارن و حس یه انسان یا همراه رو بهت نمیدن. سفر و تغییر محیط بازی از دالان‌های تاریک و ترسناک مترو هویت بازی رو برای من کاملا به هم ریخت و اونو تبدیل به یک بازی متوسط کرد. با این که سفر با قطار مجموعه مترو خالی از لطف نیست و یه جورایی هم حال میده، اما واگن آخر این قطار طلایی مثل بقیه برق نمیزنه. در برخی از نقاط دنیا به بچه‌ها برنامه‌نویسی یاد میدن، اما این مسئله برای بچه‌های نابینا تا حالا ممکن نبوده. پل کارتر همکار ما رفته به سراغ غول‌های فناوری که قرار درهای دنیای برنامه‌نویسی رو به سوی بچه‌های نابینا و کمبینا باز کنند. الی 8 سالشه. او هم مثل بعضی از همسن و سالاش داره برنامه‌نویسی یاد میگیره، با این تفاوت که الی نابیناست. الی از یه زبان برنامه نویسی لمسی به اسم کد جامپر استفاده میکنه. این زبان رو مایکروسافت ساخته. یه سیستم ماجولاره با تعدادی پاد که هر کدوم یه خط برنامه دارن. با کنار هم قرار دادن این پادها میشه داستان نوشت یا شعر گفت یا در این مورد آهنگ ساخت. برنامه نویسی ذاتاً یه کار بصریه. برنامه نویس باید بتونه کل تصویر رو ببینه. ویژگی منحصر به فرد کد جامپر اینه که بچه های نابینا یا کمبینا میتونن با دست هاشون، یعنی با لمس کردن، یه تصویر کلی از برنامه به دست بیارن. مسئول این پروژه سیسیلی موریسونه، از دانشمندان علوم کامپیوتری مایکروسافت در آزمایشگاه تحقیقاتی کمبریج. خانم موریسون خودش هم یه پسر نابینا داره. فناوری هایی که تا الان داشتیم برای بچه های نابینا و کمبینا قابل استفاده نبود. بنابراین الان خیلی از بچه ها در 7 سالگی با زبان هایی که بر مبنای بلوک های از پیش ساخته کار میکنه برنامه نویسی یاد میگیرن. نکته دیگه‌ای که نباید از یاد ببریم اینه که این چیزی که ما ساختیم برای بچه‌ها با هر سطح بینایی قابل استفاده است. یعنی هم به درد بچه‌های نابینا می‌خوره، هم بچه‌هایی که مشکل بینایی ندارن. این مسئله همواره در ذهنمون بود. برای اینکه نمی‌خواستیم چیزی بسازیم که کودک نابینا رو منزوی کنه. بشینه ته کلاس یا توی یک کلاس دیگه و تنها برای خودش کار کنه. میخواستیم این فناوری طوری باشه که کودک بینا و نابینا بتونن کنار هم باهاش برنامه بنویسن. اما کد جامپر صرفاً یکی از راه حل‌هایی که برای برنامه نویسی بچه های نابینا و کمبینا ارائه شده. بعضی هاتون احتمالاً با امکانات برنامه نویسی آیپد اپل آشنایی ندارین. در جلسه امروز میخوایم در این مورد یاد بگیریم. برای آشنایی با شیوه های دیگه رفتم مدرسه لیندن لاج در جنوب لندن که مخصوص بچه های با مشکلات حسی از جمله بیناییه. اینجا شرکت اپل و مؤسسه ملی سلطنتی نابینایان سعی میکنن دسترسی به اپلیکیشن محبوب آموزش برنامه نویسی سویفت پلیگراندز رو تسهیل کنن. اپل از مجموع ابزارهایی که در سیستم عاملش موجوده استفاده میکنه. امکاناتی مثل دستورات صوتی، حروف درشت و با کنتراست بالا و بعضی فناوری‌های کمکی قدیمی‌تر و مرسوم‌تر. برای اینکه جواهر اونجاست. برای هر مرحله اپلیکیشن یه نقشه بریل و لمسی درست کردن که بچه‌های نابینا هم بتونن با دستشون روی کل صفحه حرکت کنن. طبعاً نقشه‌های لمسی و تصویرها و نمودارهای لمسی قواعد و معیارهای مشخصی دارن.
بنابراین کار ما یه جور ترکیب پویا و مفید معیارهای قدیمی و شیوه های جدیده. یه مقدارش هم آزمون و خطاست. بچه ها دارن با سویفت پلی گراندز برنامه می نویسن که یه پهپاد کوچولو رو کنترل میکنه. حس خارق‌العاده‌ایه. یه لحظه‌ای هست که بچه میگه هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتونم چنین کاری بکنم. یا میگه خیلی کیف میده. میخوام شغلم اصلا همین باشه. حس فوق‌العاده‌ایه و یه جورایی مصریه. یعنی روی بچه‌های دیگه هم اثر میذاره. یه بچه دیگه که دیده با خودش میگه شاید منم بتونم. نمیدونستم چنین چیزی اصلا وجود داره. شاید منم تونستم یه چیزایی باهاش بسازم. و بعد اون کارشو به چند تا بچه دیگه نشون میده و چشم به هم بزنی تعداد زیادی علاقمند شدن و میخوان همین کارو بکنن. مثل پخش کردن جادو میمونه. به بچه‌ها نشون میدی چه کارهایی میشه کرد. و خب نکته کلیدی برای ما در فرایند ساخت اینه که برای همه قابل استفاده باشه. در یکی از برنامه اخیر رفتیم سراغ فناوری‌های محصول دبی. در این برنامه هم می‌ریم سراغ استارتاپی در اونجا که امیدوار معاینه پزشکی هم مثل خرید روزانه از مغازه ساده بشه. گزارش امیلی بیتس رو ببینید. این روش جدید چکاپ سلامته. نه دکتر میخواد نه پرستار. حتی لازم نیست به مطب بریم. این اتاقک ها رو در امارات عربی متحده می سازن. قراره در کمتر از 10 دقیقه یک چکاپ کامل انجام بدن. شرکت سازندهش بادیوه. وقتی میرین تو اتاقک بعضی مشخصاتتون مثل وزن، فشار خون، قد و وزن بدون چربی به طور خودکار اندازه گرفته میشه. همه ی آزمایش ها بدون سوزن انجام میشه. یه صفحه نمایش تعاملی داره که در طول آزمایش راهنماییتون میکنه. و از فناوری تشخیص حرکت کینکت اکس باکس استفاده میکنه. این پادها در قالب برنامه شتاب دهنده آینده دبی ساخته شده. سازنده هاش امیدوارن مشکل چاقی این کشور را حل کنن. طبق آماری که اخیرا منتشر شده بالای 60% جمعیت کشور اضافه وزن دارن. اینجا مرض قند فراگیره. هدف این پروژه اینه که مردم رو تشویق کنن خودشون مراقب سلامتیشون باشن، وزنشون رو کم کنن. برای اینکه مرض قند هزینه سنگینی به اقتصاد این کشور تحمیل میکنه. شخص میتونه خودش بره داخل اتاق همه این آزمایش‌ها رو انجام بده بدون نیاز به پرستار یا کمک پرستار، بدون اینکه حتی لازم باشه بره درمانگاه یا مطب دکتر. فایده این فناوری اینه که سطح آگاهی رو بالا میبره. مردم بیشتر با مسئله سلامتی درگیر میشن، دغدغه‌شون میشه و احتمالاً انگیزه‌شون برای مراقبت از خودشون بیشتر میشه. یکم عجیب آدم توی یه اتاقک آبی بشینه و فشار خونش رو بگیرن. نکته مهم اینه که این اتاقک ها هر جا میتونه باشه. تو مرکز خرید یا داروخانه. قصدشون اینه که به تعداد زیاد سر راه مردم بگذارن که هر کس هر وقت خواست بتونه یه چکاپ کامل انجام بده. اگه بخواین میتونین جواب آزمایشتون رو بفرستین به یک اپلیکیشن که بعداً بتونین تغییرات وضعیتتون رو بسنجین. یکی از محاسن بزرگ این سیستم اینه که کنترلش دست خودتونه. یعنی شمایی که مراجعه میکنین روی اطلاعات شخصیت اختیار کامل داری. خودت توی برنامه تعیین میکنی که چه اطلاعاتی رو به اشتراک بذاری. میتونی هیچی رو به اشتراک نذاری اصلا، یعنی اختیار کامل داری در مورد سلامتی خودت و هر وقت خواستی میتونی نتایج یه آزمایش یا آزمایش هایی که در یک بازه زمانی انجام دادی رو به پزشک نشون بدی. برای شرکت ها هم خوبه، یعنی یه شرکت میتونه از این امکان استفاده کنه که کارمندها و کارکنانش سلامتیشون رو بسنجن. در تجربه ما نتایج آزمایش هر بار کمی با هم فرق داشت. ضمن اینکه وقتی پزشک نباشه ممکنه آدم بر مبنای یک نتیجه نادقیق برای خودش تشخیص بیماری بده، ولی به هر حال به افراد کمک میکنه تا تغییرات جدی رو ببینن و احیانا به پزشک مراجعه کنن. به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون.
تا برنامه بعد با موضوعات اینو، بدرود و خدا نگهدار.